هر روز شما نماز جعفر طیار بخون. آقا نماز جعفر طیار کی میده؟ این همه راه رو سه ربع طول میکشه، ولمون کن تو رو خدا. به خدا نامردی ما اینقدر سه ربع در طول روز هدر میدیم ما. آخ نمیگیم به نماز جعفر طیار که رسیدی؟ البته نماز پیامبر اعظم باید نامش رو قرار داد، یعنی خیلی نماز با عظمته. 40 روز قول به من بده نماز جعفر طیار رو بخونی؟ امام رضا علیه السلام نماز جعفر طیار رو کیا میخوندن؟ معمولا جای نماز شب میخوندن، بعدش سه رکعت رو میخوندن. آقا اینقدر مزه میده، اینقدر مزه میده. آقا رفت تو نماز؟ بگو بله رفتم تو نماز. ولکن بابا بیا، ولکنم بیام کجا حلاف بشم، کجا برم سر کار؟ من میخوام خدا منو سر کار نذاره. چند تا خاصیت داره نماز جعفر طیار غیر از خاصیت‌های ذاتی که براش هست. نماز جعفر طیار رو که بخونیم بعدن انقدر نماز این چهار رکعتی ظهر و عصر و عشا تو مثلا انقدر اینا رو قشنگ می‌خونی، راحت سه بار سبحان ربی الاعلا و به حمده میگی، شادم هستی، میگی چقدر زود تموم شد. یک پدری در آورده از نماز جعفر طیار، الان دیگه میایم اینجا. نه به مزاح عرض کردم، ولی یه چیزی تو همین مایه هاست. خیلی نماز خوندن براتون شیرین میشه. بعد میبینی که نماز جعفر طیارم طوری نبودا. یه خاصیتش اینه که عبادتاتون خیلی خوشگل میشه. یه خاصیت دیگه چیه؟ کارهای روزمره راحت تر انجام میگیره. به خدا، خدا رو میشه تو زندگی دید. 90% کار خرابی های ما تو زندگی نه تقصیر دیگرانه نه طبیعیه در عالم، تقصیر خودمونه و کار خداست. میپیچوندت. آقا کی شما سرتون خیلی شلوغ میشه؟ بگو گرفتاری سنگین میشه. هر کسی نسبت به شغل خودش بگه. مثلا حسابدار میگه آخر سال، معلم میگه برگای امتحانی میارن برام. بگو دیگه هر کی مشکلاتش کیه، کجاست؟ هر کی تو کاسبی خودش، تو شغل خودش. اون ایام نماز جعفر طیار بخون، برعکس حال دنیا رو بگی بذار تو قوطی. بعد یه دفعه میبینی که یکی یه ساعت هم وقت اضافی آوردی. آقا اینا تجربه شده آدم حسابی هست، من دارم به شما میگم. درسای آقای بهجت سنگین بود، بعد داشت عبادتش هم برنامه‌ش رو سنگین تر کرد. آقازاده‌شون میفرمودن که من بهشون گفتم حالا یه کمی شما این عبادت رو کمترش کنید مثلا دیگه، این همه درسم که هست. ایشون فرموده بودن که من به تجربه دریافتم وقتی آدم عبادت و سنگ تموم میگذاره کارا آسون تر میشه. الله سبحان الله سبحان اللهم صل علی رفعل منا ما امتحه ولا تفعل منا ما تحته. به خدا نامردی ما اینقدر سه ربع در طول روز هدر میدیم ما. 90% کار خرابی های ما تو زندگی نه تقصیر دیگرانه نه طبیعیه در عالم، تقصیر خودمونه و کار خداست. آقا کی شما سرتون خیلی شلوغ میشه؟ بگو برعکس حال دنیا رو بگی بذار تو قوطی. بعد 40 روز تصمیم میگیر بخونی نماز جعفر طیار رو.